اقرأ باسم ربك الذي خلق. تنزيل من رب العالمين. سوره مبارکه نساء چهارمین سوره از قرآن کریم می باشد که پس از سوره آل عمران و قبل از سوره مائده در مصحف شریف قرار دارد. این سوره مدنی است و از جمله سوره های طولانی قرآن کریم می باشد. این سوره 176 آیه دارد و دارای 3745 کلمه و 16030 حرف می باشد. به لحاظ ترتیب در مصحف چهارمین سوره بوده و پس از سوره ممتحنه نازل شده است. ارتباط سوره نساء با سوره آل عمران. سوره آل عمران با فرمان به تقوا به پایان می رسد و سوره نساء با همان فرمان آغاز می گردد. در سوره آل عمران سخن از غزوه احد به میان آمده و در سوره نساء به غزوه‌ای که بعد از احد رخ داده اشاره شده، آنجا که خداوند متعال می‌فرماید ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. سوره نساء آیه مبارکه 104 در جستجوی قوم کافرانی که اعلام جنگ نمودند و می‌کوشند از همه سو بر شما بتازند سستی نکنید. نساء در زبان عربی به معنای زنان می باشد. کلمه نساء 46 بار در قرآن کریم ذکر شده است. این سوره به علت فراوان بودن احکام مخصوص به زنان سوره نساء یعنی بانوان و زنان نام گرفته شده است. نام دیگر این سوره نساء کبرا می باشد که در مقابلش سوره طلاق قرار دارد که نام دیگر آن نساء صغرا می باشد. این سوره در جزء چهارم، حزبهای هشتم، نهم، دهم و یازدهم در مصحف شریف قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، درود و سلام خدا بر رسول الله و بر اصحاب رسول الله و بر همه مؤمنان. درس ها و عبرت هایی از سوره مبارکه نساء. این سوره خداوند در مورد اجتماعی بودن انسان و اینکه اصل ما از آدم بوده و سپس حوا و بعد از آدم و حوا فرزندان اونها، یعنی تشکیل خانواده، انسان به عنوان موجودی که اجتماعی است و نمیتونه فردی زندگی کند صحبت فرمودند. پس ارزش خانواده در اسلام و اهمیتی که خانواده اسلام به خانواده داده، به خصوص در مورد دو گروه زیاد صحبت شده که در جامعه همیشه در طول تاریخ مورد ظلم قرار گرفتن، یکی در مورد زن هاست، یکی هم در مورد یتیمان. این دو گروه در طول تاریخ مستضعف بودن، بهشون ظلم شده، ضعیف و قرار گرفتن زنان و یتیمان. بدین خاطر میبینیم که در قرآن زیاد در مورد حق این دو گروه صحبت شده. پس اولین نعمت خداوندی در مورد این هست که نعمت وجود خانواده و وجود خانواده سالم برای یک جامعه سالم بسیار ضروری است. بدین خاطر میبینیم که اسلام برای تشکیل خانواده دستورات دادند. در انتخاب همسر، چه از طرف زن چه از طرف مرد، میبینیم که در اسلام صفات زن و شوهر رو ذکر فرمودند. خداوند ازدواج را به عنوان یکی از نعمتهای خودشون معرفی کردند و چگونه این ازدواج باعث بیان مودت و رحمت، دوستی و رحمت در بین این زن و شوهر و بر فرزندانشون میشود.
پس این از درس های مهمی است. و بعد میبینیم که بعد از اون فوری سفارش میشود به یتیمان و به زنها. در یتیمان به عنوان که مالشون رو نخورید، در مورد زنها هم صحبت میشه به این که مهریهشون رو بدید، بهشون ظلم نکنید. باری در طول این سوره مبارکه در مورد همین قضیه زن و یتیم صحبت میشه. سوره هم با همین قضیه تموم میشه، در قضیه کلاله هست، میراث هست که صحبت میشود که بار دیگه یک قضیه اجتماعی است و اون هم حفظ حقوق افراد جامعه است، حفظ حق اگر یک زنی ارث میبرد یا مردی ارث میبرد چگونه باشه. پس میبینیم که اسلام دینی است که در همه شؤونات زندگی دستور داده. دینی نیست که فقط در مورد مسائل عقیده صحبت کنه و انسان در کنج مسجدش یا خونش بشینه و اسلام کاری دیگه بگیم به زندگی انسان نداشته باشه. هیچ وقت دین ما از دنیامون جدا نمیشه، دنیای ما عین دین ماست و دین ما عین دنیای ماست. دین در کجا باید بون عمل کرد؟ در دنیا. دنیا هم بدون دین نمیشود، بدون دستورات خداوند نمیشود. بدین خاطر میبینیم که دستورات خداوندی کجا میشه با اون عمل کرد؟ در زندگی ما، در دنیای ما. دومین درسی که میتونیم از این سوره مبارکه بگیریم مسئله در خود حفظ حقوق مردم بار دیگه هست. مسئله که مال همدیگر را میفرمان که به باطل نخورید مگر بر اساس تجارت باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض منکم. اونجا در درس قبلی دیدیم که در عبرت قبلی دیدیم که در مورد رعایت حقوق زنان و یتیمان، دو قشری که در طول تاریخ بهشون ظلم شده، توصیات و سفارشات میشه، همراه با تهدید سنگین هست، با وعید شدید هست. حالا هم در مورد نخوردن مال دیگران هست. قبل از اون میبینیم که در مورد محرمات در ازدواج صحبت میشود، چون تشکیل خانواده هست. الان چگونه خانواده را باید تشکیل داد؟ با چه کسانی میشد ازدواج کرد؟ چه کسانی ازدواج نکرد؟ خب باید رعایت حرمت نسبی، حرمت شیرخوارگی رعایت بشود. و بعد هم بعد اینکه خداوند در مورد این محرمات صحبت فرمودند، فرمودند که ما میخواییم راه و روش امتهای قبل برای شما بیان کنیم، تجربه امتهای قبل بهتون بگیم که شما از این تجربه ها، از درس های امتهای گذشته استفاده کنید، درس بگیرید، دیگه شما بار دیگه از نو شروع نکنید، از نو تکرار نکنید. نگاه کنید ما چی به شما گفتیم، گفتیم چگونه ازدواج کنید، چگونه تشکیل خانواده بدید. برای ساختن یک جامعه سالم و پاک اینگونه شروع کنید. بعد از اون هم شروع میشه به قضیه اینکه حق ندارید مال هم دیگر را به باطل بخورید. ربطی که بار دیگه در ساختن جامعه هست. جامعه پاک از لحاظ اخلاقی و لحاظ مالی، تشکیل یک خانواده پاک و تشکیل یک بازاری که پاک و سالم هست. خانواده پاکی تشکیل داده شده، حالا میگه که این جامعه پاک نباید افراد اون چشم به مال همدیگه دوخته باشن، بخوان مال همدیگر را به ناحق و باطل بخورن. هر کس در فکر این باشد که چگونه مال دیگری را به یغما و تاراج ببرد. حق خوردن مال همدیگر ندارید. همدیگر را نکشید. کسی که این کارها را انجام بده خداوند براش عذاب دردناکی در نظر گرفته هست. میبینیم که بار دیگه صحبت میشه در مورد تفاوتی که در بین زن و مرد هست و خداوند مردان را
برتری داده بر زنان با دو شرط، حق قیومیت بهشون داده با دو شرط، شرط این که اداره کنند خانه، شرط دوم انفاق کنند. اگر یکی از این دو شرط مرد رعایت نکنه، حق قیومیت و قوام بودن از دست میده، به زن برمیگردد. یا اینکه خانواده از هم باید متلاشی بشه، و یا اینکه زن اگر اداره خانه به دست گرفت، یا زن اگر انفاق بر خانه میکنه، حق قیومیت به او برمیگرده. محور و موضوعات اصلی سوره. سوره مبارکه نساء سوره مملو از احکام شرعی است که روابط داخلی و خارجی مسلمانان را تنظیم می نماید. این سوره مبارکه درباره امور مهم متعلق به زن، خانه و خانواده، دولت و اجتماع سخن می گوید، ولی بیشتر احکام موجود در آن درباره مسائل زنان می باشد. از دیگر موضوعات مهم این سوره می توان به بیان خلقت آدم و حوا، دستور به صله رحم، روابط با خویشاوندان، نهی از خوردن مال یتیم و گناه و عذاب مترتب بر این امر، بیان مسائل مربوط به ازدواج، تعدد زوجات، حکم مهریه، حفاظت مال از نابخردان و سفیهان، امتحان یتیم و اطمینان از صلاحیت او قبل از دادن اموالش، نرمی با خویشاوندان هنگام تقسیم میراث، احکام متعلق به میراث، ذکر افرادی که برای انسان محرم می باشند، اجتناب از گناهان کبیره، بیان حقوق، حکم انسان مست در هنگام نماز، آیه تیمم، مذمت یهود و بیان تحریف شدن تورات توسط آنان، بازگرداندن امانتها به صاحبانشان، صفت منافقین در قبول نکردن دستورات قرآن، دستور به جهاد، وجوب جواب دادن به سلام، نهی از دوستی با کافران، بیان جزئیات قتل عمد و خطا، فضیلت هجرت و گناه متأخرین از این امر، اشاره به نماز خوف در هنگام جهاد، نهی از پناه دادن و حمایت از خائنان، ایجاد صلح بین همسران، گواهی دادن، مدح عدالت و مذمت منافقین، مذمت یهود و بیان نیت آنان در به شهادت رساندن عیسی علیه السلام، فضیلت کسانی که در علم استوارند، آشکار سازی فساد عقیده مسیحیان، افتخار فرشتگان و مسیح علیه السلام به مقام بندگی، میراث کلاله و اشاره به این که هدف از بیان احکام حفاظت از انسانها در برابر گمراهی می باشد اشاره نمود. فضائل سوره مبارکه نساء. مادر مؤمنان حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها می گویند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس 7 سوره نخست قرآن را بیاموزد عالم و دانشمند به شمار می آید، و در روایتی فرمود خیر و ثواب بزرگی به دست آورده است، به روایت امام احمد و حاکم نیشابوری. در درس قبلی در مورد قیومیت صحبت کردیم که مردان حق قیومیت بر زنان دارن، به دو شرط گفتیم. شرط اول بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، شرط اداره کردن خانواده. شرط دوم شرط انفاق کردن هست بر خانواده. با این دو شرط مرد حق قیومیت داره. اگر مردی این دو شرط رو از دست داد، چون یکی از این از دست داد، حق قیومیت رو از دست داده و به زن بر میگردد. از سفارش هایی که خداوند به بنی اسرائیل کرده و به ما هم داره در این سوره میکنه، مسئله توحید هست، مسئله وحدانیت خداست.
همچنین در این سوره میبینیم در مورد اگر اختلافی در بین زن و شوهر پیش اومد، آیا مرد میتونه خیلی سریع زن را طلاق بده و این رابطه‌ای که خداوند اون به عنوان میثاق غلیظ یاد فرمودند این میثاق غلیظ را از هم بپاشونه، یا اینکه بایستی یک سری مراحل را بگذرونه تا اینکه اگر این مراحل نتیجه نداد دیگه طلاق واقع شود؟ همون گونه که ازدواج کردن بایستی بر اساس یک سری شهود باشه، وجود شهود باشه، ولی باشد، مراحل بگذارند، رضایت زن و مرد باشه، حالا در مسئله طلاق هم این گونه نیست که مرد از سر خود بخواد فوری این زندگی را هم بپاشونه. درست است که مرد مهریه داده، اما در اینجا کرامت و ارزش زن هم مطرح است. حفظ خانواده، حفظ این میثاق غلیظ، حفظ فرزندان. این نیست که اگه مردی در هنگام ناراحتی یا سر خشم و غضب طلاق را بر زبان راند، ما بیایم حکم این فرد رو جاری کنیم. خداوند فرمودن مراحل باید بگذارد. اگر از طرف زن هست، اگر از طرف مرد هست، میدونیم که در این سوره مبارک در این مورد صحبت شده، اگر از طرف زن هست اون مراحل بگذرونه، اول مرحله که بین زن و شوهر هست، بعد اگر این مرحله که بین زن و شوهر هست از پند دادن، نصیحت دادن، در بستر اونو ترک کردن هست، بعد زدن هست، نه زدن به شدت، بلکه بانکه یک زدنی که در اون یک نوع فقط احساس اهانت باشد، بعد اگه نشد به ریش سفیدان خانواده گفته شود، دو تا حکم انتخاب شود از طرف زن، از خانواده زن، حکم از طرف خانواده مرد، بعد دو تا گواه باشد. حالا بعد از اون اگر اینها جوابی نداد دیگه مسئله طلاق پیش میاد. پس این نیست که مردی از سر خود بخواهد این زندگی که بر اساس یک میثاق غلیظی تشکیل یافته براحتی با یک سخنی بیاد این خانواده را از هم بپاشونه. این دور از حکمت اسلام هست، دور از عدل اسلام هست، دور از رحمت اسلام هست، دور از هدف از تشکیل خانواده هست. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده، فرزند نور دیده، کلام حق شنیده، جان و جهان خریده، از درس های قرآن، از درس های درسایی که میشه از این سوره مبارکه گرفت بسیار زیاد هست. ما به خاطر کمبود وقت متاسفانه مجبوریم که خیلی خلاصه بعضی از درسها را مطرح کنیم. از درسایی که میشه گرفت قضیه صحبت شده در مورد جهاد در راه خدا. البته باید دقت کنیم که جهاد در راه خدا فقط جهاد با شمشیر نیست، قبل از اون جهاد با قرآن هست، جهاد با کلمه هست، جهاد با دعوت دادن مردم به دین خدا هست. هر وقت که جهاد کلمه نتیجه نداد، در برابر اون ایستادن، سفارایی کردن، دیواری در بین این کلمه با مردم قرار دادن، اجازه ندادن که کلمه به گوش دیگران برسد، دعوت به گوش دیگران برسد، اسلام و توحید به مردم برسد، اینجاست که مرحله بعدی شروع میشه برای از بین بردن این دیوار که مردم آزاد باشن، مردم را آزاد کردن. این دیوار که اگه ما بگیم دیوار برلین مثلا، خراب کردن تا اینکه مردم آزاد ببینن و آزاد فکر کنن، آزاد بیندیشن و آزاد انتخاب کنن و آزاد بمیرند. این چیزیست که اسلام میخواد و این در حقیقت مطابق با همین قضیه ای که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، و همچنین با نظریه ای که اسلام مطرح میکنن که لقد کرمنا بنی آدم، تکریم بنی آدم، ارزشی که بنی آدم داره، خداوند بهش اجازه داده که راه خود را انتخاب کند. در این سوره میبینیم که در مورد اون گروه از مستضعفین
که در مکه بودن یا در هر جای دیگه که واقع شدن که ظالمان بر اونها ظلم میکنن، اونها را به فتنه میندازن، میخوان اونها را از دین برگردونن، اینجاست که وظیفه حکومت اسلامی است که به کمک اونها بشتابد، به فریاد اونها برسد، اونها را نجات بدهند. بعد در این سوره که در مورد صفات منافقین صحبت شده، صفات بعض از اونها صحبت شده که چگونه هستند و اگه پیروزی از آن مسلمان ها بشه چه حرفی میزنن، چه کار میکنن، اگر پیروزی از آن دشمنان شد چگونه برخورد میکنن، چی میگن، صفات منافقین یاد شده و همچنین در مورد قضیه ایمان مؤمنان و ارکان ایمان هم صحبت شده در این سوره مبارکه. در آخر هم بار دیگه در مورد حضرت عیسی هم صحبتی شده و در مورد انبیا هست، دعوت اونها که دینشون یکیست، یکی بودن، دعوتشون هم یکی بوده، اتهاماتی که به حضرت عیسی وارد شده، به مادرشون حضرت مریم وارد شده، همه اینها صحبت شده. در نهایت هم میبینیم که در این سوره مبارکه، سوره نساء، با آیه یستفتونک فی الکلاله، از کلاله صحبت شده. کلاله کسی است که فوت کرده و فرزندی نداره، حکم اون هم بار دیگه مطرح شده. همین قضیه خانواده بار دیگر، در ابتدا قضیه خانواده بود، در نهایت هم قضیه خانواده و حفظ خانواده و حفظ مال خانواده صحبت شده. اقرا بسم ربك الذي خلق تنزيل من رب العالمين